درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 18 جولای 2023 میلادی برابر است با 27 تیر ماه سال 1402 خورشیدی. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از آزادی حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری پیشین حسن روحانی و هادی رضوی، داماد وزیر کار سابق، دو زندانی محکوم در پرونده های فساد مالی خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه امروز شنبه درباره پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی گفت او 22 تیر ماه با استفاده از ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری به علت بیماری خارج از زندان بستری و تحت درمان است. مسعود ستایشی در نشست خبری خود به خبرنگاران گفت که ما نمیتوانیم، اگر کسی مشکلی دارد او را نگه داریم. با این حال جمهوری اسلامی به بسیاری از زندانیان سیاسی با وجود بیماری اجازه درمان نمیدهد. ستایشی در ادامه با اشاره به محکومیت هادی رضوی به 20 سال حبس در رد مال 72 میلیارد تومان گفت او از سال 98 در زندان بوده و در سال 1400 اعاده دادرسی او پذیرفته شده و فعلا به موجب قانون آزاد است. هادی رضوی که داماد محمد شریعت مداری وزیر سابق کار ایران است، به دلیل اینکه از سال 91 تا 94 با پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه حدود 107 میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور خارج کرده بود، محکوم شد. سپیده قلیان با انتشار نامه‌ای از زندان اوین گفته است که به دلیل علنی بودن دادگاه خود در آن حاضر شده و از خود دفاع می‌کند. این زندانی سیاسی روز سه‌شنبه 27 تیر ماه در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به اینکه پیش از این اعلام کرده بود که در دادگاه نمایشی جمهوری اسلامی شرکت نمی‌کند نوشت: امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد. از آنجایی که هیچ ترسی از بازگویی حقیقت در ملأ عام ندارم، تصمیم گرفتم که در این بیدادگاه شرکت کرده و از خودم دفاع کنم و یفزود امیدوارم که در میان خیلی امنیتی کاران خبری و فرهنگیشان خبرنگاران و فعالانی را در این بیدادگاه ببینم که به سراغ حقیقت آمدند. دادگاه سپیده قلیان قرار است روز 28 تیر ماه به صورت علنی به شکایت آمنه سادات ذبیح پور از این فعال کارگری رسیدگی کند. خانم قلیان 4 دی ماه سال 98 در یک رشته توییت نوشته بود که آمنه سادات ذبیح پور، گزارشگر صدا و سیما و گوینده گزارش طراحی سوخت علیه فعالان و کارگری، در طول بازجویی از او نه تنها حضور داشته بلکه متنی از پیش آماده شده را برای خواندن از رو مقابل وی گرفته بود. بعد از آن آمنه سادات ذبیح پور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به بازجو خبرنگار مشهور است، به دلیل انتشار این رشته توییت از سپیده قلیان شکایت کرد. جمهوری چک روز سه‌شنبه اعلام کرد که در روزهای آینده یکی از متهمان توطئه برای قتل مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ایرانی در آمریکا، را به ایالات متحده مسترد می‌کند. پولاد عمروف، شهروند گرجستانی که تابعیت جمهوری آذربایجان را هم دارد، در ژانویه امسال توسط پلیس جمهوری چک بازداشت شده بود. آقای عمروف متهم است که همراه با دو عضو دیگر یک باند تبهکار در تدارک توطئه برای قتل مسیح علی نژاد در خاک آمریکا بودند. وزارت دادگستری آمریکا در 7 بهمن ماه سال قبل جزئیاتی از توطئه ترور خانم علی نژاد توسط حکومت جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده را منتشر کرده بود. به گفته ی این وزارتخانه، سه تن به نام‌های رأفت امیروف، پولاد عمروف و خالد مهدیوف در رابطه با جرایم مربوط به اجیر شدن برای قتل و پولشویی دستگیر شدند. وزارت دادگستری آمریکا میگوید رأفت امیروف رهبر این باند تبهکار که اکنون در ایران است، با حمایت جمهوری اسلامی طرح قتل مسیح علی نژاد در منزل مسکونیش در نیویورک را دنبال کرد. مجید توکلی، فعال سیاسی، خبر داد که برای اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام مجموعاً به 6 زندان محکوم شده است. آقای توکلی روز سه‌شنبه در حساب توییتر خود نوشت: حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب امروز به وکیلم ابلاغ شد.
5 سال زندان برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و 1 سال زندان برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. این فعال سیاسی که پیشتر هم چندین بار سابقه محکومیت زندان داشته افزود علاوه بر این محکومیت تکمیلی هم 2 سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، 2 سال ممنوعیت اقامت در تهران و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور. به نوشته مجید توکلی، محکومیت صرفاً به خاطر نوشته ها و مطالب چند سال اخیر بوده است. به علت اصرارم بر فعالیت مستقل هیچ سند و مدرکی از فعالیت جمعی یا ارتباط با دولت متخاصم و معاندین در پرونده وجود ندارد. با توجه به سبک نوشتاری حتی هیچ یک از جملات مصداق جرم دانسته نشده و فعالیت تبلیغی به طور کلی است. مهدی اعتماد سعید، تحصیلگر مهارت‌های فردی، بازیگر و نمایش پرداز، 19 خرداد سال 1402 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و تاکنون هیچ اطلاعی از او در دسترس نیست. منابع خبری گفتند که مهدی اعتماد سعید مشغول بازیدرمانی با کودکان در پارک لاله بود که توسط نیروهای لباس شخصی و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. نزدیکان آقای اعتماد سعید او را تحصیل کرده رشته ریاضی مس در دانشگاه صنعتی شریف و همچنین فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته تئاتر از دانشگاه هنر معرفی می‌کنند. به گفته منابع آگاه، مهدی اعتماد سعید از سال 1395 اقدام به تشکیل شرکت نوآفرین پرتاب کرد، انجمنی که به هیچ نهاد یا سازمان دولتی و حکومتی متصل نبود و فقط تلاش داشت از طریق بازی درمانی یا تسهیلگری در مهارت‌های فردی به کودکان و نوجوانان امداد رسانی کند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز 19 خرداد ماه به محل اجرای برنامه‌های مهدی اعتماد سعید در پارک لاله هجوم برده و کودکان و نوجوانانی که مشغول بازی بودند را متفرق کردند. بعد از آن از مهدی اعتماد سعید خواسته بودند که هر چه زودتر محل را ترک کند. بعد از آنکه این دانش‌آموخته تئاتر سوار خودروی شخصی خود شد، نیروهای امنیتی خودروی او را تعقیب و اندکی بعد او را مقابل چشمان همسر و دختر خردسالش بازداشت کردند. خانواده و اطرافیان مهدی اعتماد سعید با گذشت قریب به 40 روز از بازداشت او هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او ندارند. برندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است.
هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. در ادامه صدور احکام سنگین برای بازیگرانی که حجاب اجباری را رعایت نکردند، بعد از محکومیت آزادی صمدی، اکنون منابع خبری از صدور حکم 1 سال زندان برای لیلا بلوکات، بازیگر سرشناس ایرانی خبر دادند. مهدی کوهیان، یکی از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازیگران و هنرمندان بازداشتی، در پیامی توییتری نوشت: پیشرفت شعبه 1088 دادگاه کیفری 2 در صدور احکام سنگین و خارج از عرف قضایی به دلیل استفاده از پوشش کلاه مثال زدنی است. و اضافه کرد در حکم محکومیت لیلا بلوکات با تغییر جزئی علاوه بر محکومیت‌های احکام مشابه قبلی، تحمل حبس تعزیری در یکی از زندان‌های استان سمنان هم اضافه شده است. در حکم سنگین خانم بلوکات 2 سال ممنوعیت از فعالیت در پلتفرم‌های داخلی و خارجی و بازیگری و تبلیغ، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 5 سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی، مطالعه و خلاصه نویسی 1 کتاب ظرف 1 ماه و 10 ماه حبس تعزیری در یکی از زندان‌های استان سمنان در نظر گرفته شده است. یک نوجوان 17 ساله به نام نوشین مرتضوی به دلیل اختلافات مالی میان پدر و عمویش توسط عمویش به قتل رسیده است. یک منبع آگاه میگوید او به دلیل اختلافات خانوادگی توسط عمویش خفه و کشته شده است. همزمان فعالان بلوچ از قتل زن جوان 21 ساله‌ای به نام رقیه بلوچ خبر دادند که در هفته اول تیر ماه سال جاری به شکل فجیعی با انگیزه های ناموسی کشته شده است. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، دستور داده که برای مقابله با حوادث نگران کننده اخیر در تنگه هرمز، این کشور جنگنده های F-16 و F-35 و همچنین ناوشکن USS توماس هادنر خود را برای حفاظت از آزادی دریانوردی در منطقه با آنجا اعزام می کند. معاون سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: با توجه به این تهدید مستمر و با هماهنگی شرکا و متحدانمان، این وزارتخانه در حال افزایش حضور و توانایی ما برای نظارت بر تنگه و آبهای اطراف آن است. به گفته سنتکام، از سال 2021 تاکنون ایران حدود 20 کشتی تجاری را در آبهای بین‌المللی هدف مزاحمت، حمله و توقیف قرار داده است. جان کری، نماینده ایالات متحده در امور تغییرات اقلیمی، روز سه‌شنبه در دیدار با وانگ یی، دیپلمات ارشد چین، گفت چین و ایالات متحده می توانند از همکاری اقلیمی برای بازتعریف روابط دیپلماتیک پیچیده خود استفاده کرده و مسیر مقابله با گرمایش جهانی را رهبری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده ایالات متحده در امور تغییرات اقلیمی در تالار بزرگ مردم پکن اظهار داشت که گفتگوها میتواند شروعی تازه برای 2 تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان باشد که در اختلافات بر سر تایوان و تجارت غرق شدند. جان کری خطاب به نماینده چین گفت:
بسیار امیدواریم که این بتواند نه تنها آغاز گفتگو بین من و شما در زمینه آب و هوا، بلکه تغییری برای رابطه گسترده تر باشد. جان کری تصدیق کرد که سیل و طوفان‌های شدید در مقایسه با گذشته با شدت بیشتری رخ می‌دهد، ضمن اینکه حریق‌های جنگلی همه سال میلیون‌ها هکتار از اراضی طبیعی را تخریب می‌کند. وی از چین خواست برای کاهش آلودگی ناشی از گاز متان و کاستن از اثرات کاربرد زغال سنگ با ایالات متحده همکاری کند. نیروی دفاع هوایی اوکراین از سرنگون کردن 31 پروند از 36 پهپاد انتحاری نوع شاهد ساخت ایران که شامگاه گذشته توسط روسیه پرتاب شده بود خبر داد. بر اساس گزارشی که این نهاد ارتش اوکراین روز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، نیروهای روسی شب گذشته با پهپادهای ایرانی و موشک به مناطق شرقی و جنوبی اوکراین حمله کردند. این گزارش می‌افزاید 31 پهپاد شاهد ساخت ایران که به همراه 6 موشک کروز و 1 پهپاد شناسایی ساخت خود روسیه به بندر اودسا و شهرهای میکولاییف، دونیس، خارکی و دنپروپتروس شلیک شده بود، رهگیری و منهدم شدند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرد که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو ضمن گفتگو درباره ایران از نخست وزیر اسرائیل برای سفر رسمی به آمریکا دعوت کرد. کربی گفت که بایدن در این تماس همچنین تعهد آهنین و تزلزل ناپذیر آمریکا به امنیت اسرائیل را ابراز کرد و دو رهبر درباره برنامه هسته‌ای ایران و مسائل امنیتی منطقه گفتگو کردند. سریال پرطرفدار تهران به دلیل اعتصاب بازیگران در هالیوود مجبور به توقف فیلمبرداری در یونان شد. بازیگر نقش اول زن در سریال در صفحه اینستاگرام خود این خبر را اعلام کرد. او در یک پست اینستاگرامی نوشت: ما باید فقط 5 روز قبل از پایان کار دست از کار بکشیم، آن هم بعد از 7 ماه، و این خیلی عجیب است. یک منبع مستقل دیگر هم که نخواست نامی از او برده شود، به طور جداگانه این خبر را تایید کرد و گفت که در حالی که تیم بازیگران و عوامل ساخت در حال حاضر در آتن هستند، فیلمبرداری متوقف شده است. از روز پنجشنبه هفته گذشته و با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات اتحادیه بازیگران هالیوود با استودیوداران بزرگ هالیوود، تا یک نشست خبری در شهر لس‌آنجلس، این اتحادیه از بازیگران خواست تا به اعتصاب همکاران نویسندهشان که حدوداً 2 ماه است که در اعتصاب به سر می‌برند، بپیوندند. ایران کنشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heidarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 هم اکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه،
تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا، شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. هفته نامه‌ای آمریکایی بیلبورد که با رصد بازار موسیقی ایالات متحده فهرست محبوب‌ترین آهنگ‌ها را منتشر می‌کند، روز دوشنبه اعلام کرد که آلبوم‌های تیلر سوئفت در حال حاضر بیش از هر خواننده زن دیگری در تاریخ به صدر جدول بیلبورد صعود کرده است. آلبوم تازه ملکه این روزهای موسیقی پاپ آمریکا به نام اکنون صحبت کن به 12th آلبوم او بدل شد که بعد از انتشار به سرعت به صدر جدول هفتگی بیلبورد راه یافته است. در همین حال یکی از دفترهای ایالتی فدرال رزرو در فیلادلفیا، بزرگترین شهر پنسیلوانیا، چهارشنبه هفته گذشته با انتشار گزارش فصلی وضعیت اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی آمریکا اعلام کرد که فروش انفجاری بلیط‌های کنسرت‌های این ستاره موسیقی پاپ موجب افزایش رونق صنعت گردشگری ملی شده است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو می‌کنم.